سرخط خبرها. دستور پوتین تا یک ماه دیگر اوکراینی ها را از کورسک بیرون کنید. روسیه از آمادگی کامل خود برای جنگ با ناتو در قطب شمال خبر داد. بمباران تازه جنگنده های اسرائیلی بر مناطق مسکونی در غزه. و سازمان ملل پیمان برای آینده را تصویب کرد. مشروع خبرها. نیروهای روسیه ماموریت یافتند تا ارتش اوکراین را تا اواسط اکتبر از منطقه کورسک بیرون کنند، یعنی در کمتر از یک ماه. همچنین به آنها دستور داده شده است که تا پایان اکتبر یک منطقه حائل در منطقه مرزی اوکراین در شمال شرقی این کشور ایجاد کنند. اما آیا این هدف شدنی است؟ بر اساس ارزیابی اینستیتوی مطالعات جنگ یا ISW که در ایالات متحده مستقر است، بسیار بعید به نظر می رسد که ارتش روسیه بتواند در چنین مدت زمان کوتاهی به این نتیجه دست یابد. مؤسسه ISW این ماموریت را یک کار سترگ در این بازه زمانی توصیف کرده است. در منطقه کورسک چی می گذرد؟ نیروهای روسیه از 10 سپتامبر در حال انجام یک زده حمله در منطقه کورسک هستند. نظامیان اوکراین برای اولین بار از شروع توانستند از مرز روسیه عبور کنند و منطقه کورسک این کشور را به تصرف خود در بیاورند. این منطقه حالا به صحنه نبرد این دو کشور تبدیل شده است. نیروهای اوکراینی اخیراً نیز توانستند در منطقه دیگری حدود 30 کیلومتر کورسک از مرز روسیه عبور کنند و وارد خاک این کشور شوند. این عملیات با الگو گرفتن از حمله مرزی شش اسد انجام شده است. اگرچه این حمله در مقیاس کوچکتری انجام شد، اما ممکن است پیامدهای مهمی داشته باشد. تصاویر نشان می‌دهد که نیروهای اوکراینی اخیراً به طور جزئی در بخش‌های شرقی و سلویه که در غرب منطقه کورسک قرار دارد پیشروی کرده‌اند. اگر آنها بتوانند به تلاش برای دور زدن و سلویه ادامه دهند و بلافاصله به گلشکوفو حمله کنند، این می‌تواند آنها را قادر سازد تا نیروهای روسیه را به رودخانه سیم برانند. آنها ممکن است با حرکت به سمت شرق و شمال شرقی به منطقه اصلی که تصرف کردن برسند و با نیروهای اوکراینی مستقر در آنجا پیوند بخورند. در این صورت نیروهای اوکراینی می توانند هزاران نفر از نیروهای روسی را به دام بیاندازند و محاصره کنند. اوکراین و روسیه در کورسک چی می خواهند؟ از زمان آغاز حملات متقابل توسط نیروهای روسیه در منطقه‌ای که اوکراین آن را تصرف کرده است، هنوز عملیات رسمی در مقیاس بزرگ که نشان دهنده یک زده حمله هماهنگ و کامل برای بیرون راندن نیروهای اوکراینی از منطقه باشد، آغاز نشده است. اینستیتوی مطالعات جنگ یا ISW توضیح داد: روسیه برای عملیات زده حمله مستمر خود در منطقه کورسک نیازمند سربازان و نیروهای تازه نفس بیشتری برای رویارویی با اوکراین در خط مقدم جبهه است. از سوی دیگر، نیروهای اوکراینی نیز ممکن است برای ادامه پیشروی در منطقه کورسک به نیروهای کمکی نیاز داشته باشند. در حالی که آنها هنوز کنترل کامل همه مناطق تصرف شده را به دست نگرفتند، مؤسسه ISW ارزیابی کرده است که به احتمال زیاد نیروهای اوکراینی در برخی از نقاط مواضع مستحکم ایجاد کردند که هر گونه زده حمله هماهنگ روسیه را با چالش مواجه خواهد کرد. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در یک مصاحبه تلویزیونی از آمادگی کامل این کشور برای جنگ با ناتو در قطب شمال خبر داد. سرگی لاروف گفت ناتو تمرین‌های نظامی خود را به سمت قطب شمال کشانده، اما قطب شمال قلمرو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی نیست. او در این مصاحبه برای ساخت یک مستند درباره شوروی بود گفت: ما شاهد تجدید تمرینات ناتو در قطب شمال هستیم. کشور ما آمادگی کامل برای دفاع از مناطق خود در زمینه نظامی و سیاسی را دارد. همزمان ریا نووستی خبرگزاری دولتی روسیه روز جمعه 30 سنبله با استناد به گزارش از پنتاگون نوشته است: وزارت دفاع آمریکا قصد دارد با متحدانش تمرینات نظامی در قطب شمال انجام دهد تا توانایی رزمی خود را نشان دهند. وزارت دفاع روسیه حدود 2 هفته پیش اعلان کرد که نیروهای دریایی این کشور رزمایش استراتژیکی را در اقیانوس‌های آرام و قطب شمال و همچنین دریاهای مدیترانه، بالتیک و خزر آغاز کرده است. با نقل از خبرگزاری شهاب، حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه ادامه دارد. در این راستا جنگنده های رژیم صهیونیستی منزلی را در حومه مدرسه در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هدف قرار دادند. از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلان کردند که اینترنت در مناطق خان یونس و دیر البلح به سبب حملات رژیم صهیونیستی به غزه قطع شده است. ارتش اشغالگر صهیونیستی یک محله مسکونی را در غرب رفح در جنوب نوار غزه بمبگذاری و منفجر کرد. یک پهپاد اسرائیلی نیز منطقه معن در شرق خان یونس را بمباران کرد.
این در حالی است که وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه جدیدترین آمار شهدا و زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا اکنون را اعلان کرد. بر اساس اعلان وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا این لحظه 41431 نفر به شهادت رسیدند. همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 95818 نفر رسیده است. همچنین وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلان کرد که در 24 ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی 3 جنایت و کشتار در نوار غزه مرتکب شده است. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه بیان کرد که حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهادت 40 و زخمی شدن 58 نفر را در پی داشته است. سازمان ملل پیمانی برای آینده را با هدف رسیدگی به چالش‌های گسترده قرن 21 از درگیری‌ها گرفته تا تغییرات اقلیمی و حقوق بشر تصویب کرد. ده‌ها تن از سران کشورها برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفتند برای امضای این طرح گرد هم آمدند. رهبران تعهد کردند که نظام چند جانبه را تقویت کنند تا با دنیای در حال تغییر همگام شوند و نیازها و منافع نسل‌های کنونی و آینده را که با بحران‌های مداوم روبرو هستند محافظت کنند. در این سند آمده است: ما باور داریم که مسیری به سوی آینده روشن‌تر برای تمام بشریت وجود دارد. این پیمان 56 اقدام را مشخص کرده که شامل تعهد به چند جانبه‌گرایی، حمایت از منشور سازمان ملل و حفظ صلح است. این پیمان همچنین خواستار اصلاح نهادهای مالی بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل همراه با تلاش‌های تازه برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و هدایت توسعه هوش مصنوعی است. گروهی از کشورها به رهبری روسیه با این پیمان مخالفت کردند. اعتراض روسیه توسط متحدان همچو بلاروس، کره شمالی، ایران، نیکاراگوئه و سوریه حمایت شد، اما پیمان با اکثریت آرا به تصویب رسید. ریچارد گوان از گروه بین المللی بحران به خبرگزاری فرانسه گفت که با وجود برخی ایده های خوب، این متن آن سند انقلابی نیست که چند جانبه گرایی را بازسازی کند که گوترش ابتدا خواستار آن شده بود. دیدبان حقوق بشر از تصویب این پیمان استقبال کرد. به گفته رئیس دیدبان حقوق بشر، این متن تعهدات مهم در مورد عدالت اقتصادی و اصلاح معماری مالی بین المللی را ارائه می کند. دیدبان حقوق بشر از توجه به حقوق بشر در این پیمان ستایش کرد. صرف نظر از محتوای آن، این پیمان و زمایم آن الزام آور نیستند و این مسئله نگرانی هایی را درباره اجرای آن ایجاد کرده است. انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، تصویب این طرح را فرصت منحصر به فرد برای بازسازی تاریخ بشر از طریق احیای مجدد همکاری های بین المللی توصیف کرده است. گوترش گفت: وظیفه بعدی ما این است که به این اسناد جان ببخشیم و کلمات آن را به عمل تبدیل کنیم. ابتکار یک رشته اصلاحات با عنوان پیمان برای آینده 3 سال پیش مطرح شده بود. با تشکر که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید. لطفاً نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را در بخش کامنت برای ما بنویسید.